با خبرهای از تحولات سوریه و نبردهای ارتش آزادی سوریه اخبار این ساعت را به پایان میبریم. ارتش آزادی سوریه اعلام کرد موضع زامی کزبری متعلق به ارتش اسد واقع در جاده دمشق درعا را به تصرف خود درآورده است. شورای نظامی دمشق و حومه آن نیز اعلام کرد رزمندگان ارتش آزادی مقر نیروهای رژیم اسد در محله القدم دمشق را تسخیر کردند. رزمندگان ارتش آزادی سوریه بعد از آزادسازی بخش‌های وسیعی از منطقه قلمون، حد فاصل مرز سوریه و لبنان، اقدام به تشکیل یک نیروی نظامی به نام سپاه مرزها کردند. آنها تلاش می‌کنند مناطق مرزی را 24 ساعته زیر نظر داشته باشند تا مانع ورود نیروهای حزب الشیطان لبنان به سوریه شوند. همچنین کمیته‌های هماهنگی محلی سوریه اعلام کردند شبه نظامیان عراقی وابسته به مالکی و حزب الشیطان لبنان در شهرک زیابیه در حومه دمشق 100 نفر از غیر نظامیان را قتل عام کردند. بنا به خبر دیگری، رزمندگان ارتش آزادی سوریه در محله جوبر در قسمت جاده مواصلاتی جنوبی با نظامیان اسد و شبه نظامیان عراقی وابسته به مالکی درگیر شدند. لوی مقداد، هماهنگ کننده سیاسی و مطبوعاتی ارتش آزادی سوریه، گفت رژیم سوریه و رژیم ایران شبه نظامیانی از قبیل احرار شام و دولت اسلامی عراق را وارد سوریه کردند. رژیم ایران با تشکیل این گروه ها در صدد است با ما بجنگد و انقلاب را برباید. آنها می خواهند این پیام را به جامعه بین المللی ارسال کنند که بشار اسد با القاعده می جنگد. این حقیقت ندارد. بشار اسد و القاعده هر دو با ما می جنگند. آنها با ارتش آزادی سوریه می جنگند.